خود من یک قصه تاریخی دارم. یادم رفته بود که پشت این هویت هزارگی خود یک قصه خونینی هست. یادم رفته بود، فراموش کرده بودم، بابا مزاری را از یاد برده بودم. یادم رفته بود هزاره بودن را حس نکرده بودم در اون 16 سال. وقتی طالبان آمدن حکومت افغانستان را گرفتن، فهمیدم اون روز یادم آمد که بابا مزاری بود، یادم آمد که هزاره یام، یادم آمد که فردی بود، رهبری بود در بین اون همه آدم به عنوان یک مرد ساده شده آمد گفت من به عنوان هزاره جرم نیست که برم سخن بگویم، جرم نیست به عنوان هزاره که بلند شام را بگویم که من هزاره یام. اینها برایش جرم نبود. اون روز بابا مزاری استاد شد. من در جامعه کلان شده بودم که هزاره ها همه ایشان در اونجا وجود داشتن و هیچ وقت با هیچ نوع توهین و طعنه و کنایه هیچ قوم دیگری به خاطر هزاره بودن روبرو نشده بودم. هیچ وقت. و هزاره بودن را فراموش کرده بودم. یادم رفته بود که واقعا هزاره بودن چه احساسی دارم، چه افتخاری با مزاری آمد با عنوان یک دختر از من محافظت کرد، من با عنوان یک دختر از من محافظت کرد، حقوق من از او همه مردم گرفت و گفت با عنوان یک دختر حق درست خواندن داری، تو حق مشارکت سیاسی و اجتماعی داری. اما کسی در او بین جامعه هزاره ها نبود، فقط بابا مزاری بود. بابا مزاری نماد وحدت شما بود، نماد وحدت از ما بود. یک قدر کوره بلند بلند مدیم، یک قدر از شفاعتتان بلند مدیم، دو درس
افغانستان ما چی ارزش داره؟ نه. یعنی افغانستان ما شما رو میگم از دریای عمود تا آخرین قطره که دریای سین امروز ما از توسط شما تمام از ما ای روحی بابا ما کتو عهد منو که ما کتو استعدایی انشاءالله آرمان آیت رو تکمیل منیم و حصه بقدر جوسه هر کس متعلق طاقت خو زور خو انشاءالله و لازیم دارمان آیت رو بسید استاد عبدالعلی مزاره خیر مقدم و خوش آمدگویی عرض می دارم. محفل امروز و یاد بود از شهادت آن شهید بزرگوار در دو سال اخیر فکر میکنم سمت و سو و رنگ و جهت دیگر به خود اختصاص داده است، برای اینکه در طول از دو سال تحولات سیاسی که در کشور ما اتفاق افتاد سرنوشت مردم ما و مشکلاتی که بر مردم ما وارد شد نیازمند است و می طلبد تا ما دوباره رجعت بکنیم به اندیشه ها و فرازهای فکری شهید عبدالعلی مزاره، برای اینکه ملت ما و مردم ما از هر زمان دیگر امروز نیازمند یک راهکار منسجم است، از هر زمان دیگر امروز نیازمند وحدت جمعی است، نیازمند تجدید قوای فکری و قوای عقلانی و جسمانی و اجتماعی است برای یک تغییر بزرگ و برای یک تحول بنیادی. بدین مناسبت فکر می کنم آگاهی و برگزاری محافل در ارتباط به شهید مزاری و تجلیل از مقام شامخ آن شهید بزرگوار امروز یک مسئولیت و رسالت تاریخی است که بر دوش همه ما و شما قرار دارد. بر اساس چنین درک عمیق از وضعیت مردم ما و مشکلات جامعه ما و نسل ما و نسل امروز و گذشته و امروز و فردای ما بدین نتیجه رسیدیم که محفل بزرگ را امروز به مناسبت سالگرد شهادت آن شهید بزرگوار برگزار نماییم. من سپاسگزارم از هیئت امنا و انجمن محترم شهید مزاری که در قسمت برگزاری این محفل با تنظیم نسل نو همکاری و همیاری بی‌شایبه داشته است و همینطور از مکاتب، مدیران و استادان بی‌نهایت بزرگوار، همکارانم در بخش اردوی تنظیم نسل نو و همچنان اساتید بزرگوار لیسه عالی تنظیم نسل نو و دانش آموزان بی نهایت سپاسگزار و ممنونم. سه تا عنصر و سه تا مفهوم در اندیشه شهید مزاری وجود دارد که می تواند به عنوان یک راهکار برای نسل امروز و برای فردای مردم ما بی نهایت مهم و اساسی باشد. اولین عنصری که در شخصیت مزاری وجود دارد و وجود داشت او مسئولیت پذیری بود. مزاری یک انسان مسئول بود در قبال قومش، در قبال ملتش، در قبال جامعه و کشورش مسئولانه قدم بر می داشت. حرکتش از چارکنت مزار تا نجف اشرف، از نجف تا تهران و قم، تا یکاولنگ بامیان و تا غرب کابل قدم قدمش مسئولیت است. واژه واژه‌ای که به زبان می آورد مسئولیت پذیری و رسالت در قبال مردمش است. بدین مناسبت است که کسی که امروز رهرو مزاری است یکی از ویژگی هایی که همه ما و شما باید او را دارا باشیم او مسئولیت پذیری در قبال مردم ما، در قبال نسل ما و در قبال جامعه و کشور ماست. این اولین پیام است و اولین سخن است که هم از رفتار مزاری،
هم از گفتار مزارع، هم از برخورد مزارع، ما و شما می توانیم استنتاج و استخراج کنیم و برای رفع بحران امروز جامعه خود از او استفاده و بهره برداری بکنیم. دومین عنصری که در شخصیت مزارع، در فکر و در اندیشه و در گفتار مزارع وجود دارد، او صداقت و تعهد به مردم است. مزارع یک انسان صادق بود در قبال مردمش، در قبال قومش، در قبال هم نسلان و دوستان و یارانش مسئولانه برخورد میکرد، صادقانه برخورد میکرد و به دوستانش و به قومش و به مردمش صادق بود. این دومین ویژگی است که در وجود شهید مزاری و در فکر مزاری وجود دارد و وجود داشت. سومین عنصری که در وجود شهید مزاری وجود دارد و وجود داشت و در فکر و عمل مزاری ما او را میبینیم، او مسئله غرور است، مسئله تعهد در مقابل مردم است و ایستاد شدن در جایگاه و در فراز بلند و اعاده حقوق و اعاده حق یک ملت است که او ملت نزدیک به 30% جمعیت یک کشور را تشکیل میده. به مو پیمانه که جناب احمد علی بیک هم اشاره کرد که حق خواهی و حق طلبی و مشارکت سیاسی توأم با غرور و پشتوانه قومی یکی از ویژگی های باریز است که در وجود آن شخصیت بزرگوار وجود دارد. و ما و شما امروز با توجه به مشکلات و چالش هایی که به وجود آمد می توانیم از غرور مزاری، از فکر مزاری، از اندیشه مزاری دوباره آبیاری کنیم ذهن خود، فکر خود و نسل خود را و دوباره تجدید قوا کنیم برای یک مبارزه و برای یک حرکت بلند مدت و استراتژیک که او حرکت به منافع مردم، به عزت مردم و به خیر مردم ما باشد. بر اساس چنین درک و شرایط بود که محفل امروز برگزار گردید. جا دارد ما در کنار کسانی که خیرین و بزرگانی که در کنار ما استاد شدند، از جناب محترم آقای محمد رفیعی از کشور اتریش، از جناب محترم مرزا خان شخصیت بزرگوار و مردمی، از جناب محترم آقای آفتاب، از جناب محترم آقای شیدا و همه دوستانی که چه مادی و چه معنوی در برگزاری این محفل در کنار تنظیم استاد شدن و این محفل امروز برگزار گردید، سپاسگزار و ممنون و مدیونم. و همینطور از ستاد برگزاری که با ما همکاری کردن، از مشارکت گسترده شما ملت آگاه و سربلند یک بار دیگر خاضعانه سپاسگزار و ممنونم. امیدوار هستم که همه ما و شما با درک از شرایط و با درک از وضعیت موجود اندیشه و گفتار و رفتار مزاری را چراغ راهنمای زندگی امروز و فردای خود قرار بدهیم. در اخیر می خواهم صحبتهایم را با یک شعری از استاد اعتمادی ختم بکنم. چی می شد سالهای درد می مان، چی می شد سالهای درد می مان، کبوتر با خزان سرد می مان، میان این همه آدم نماها یکی میماند و اما مرد میماند. رهبری و قیادت را خلق کنند حالات و واقعات، رهبری و قیادت را خلق کنند. مگه اگر جنگ جهانی نمشد شاید هیتلر و چرچل هم پیدا نمشد و امیرکم مقدر تیز نژادی، تبعیض قومی، تبعیض قبیله سالاری اگر نبود نلسن مندلا هم در وجود نمیماند. اقوام مظلوم و بیچاره و محروم
ده ظلمت شب مگه ده تلاش روز است. و بلده خو رهبر و رهنما خلق کنه. در تاریخ بشریت هر جایی که ظلم بشه، ناانصافی بشه، بی عدالتی بشه، اونجی مزاری و مزاری ها پیدا میشه تاکی او مظلومان تاریخ را از زیر ظلم اسارت و بردگی نجات بگیا. درد و رنج مزاری ای بود که 25% مردم آزرا از سهمگیری در امور مملکت بیگانه بود. از یونس خالص در پشاور پرسان منا که در بابت مردم آزرا چی مگین؟ مردم تشیع چی مگین؟ مگه در کابل که رفتیم برایش گپ میزدیم در افغانستان 2% حزب وحدت اسلامی قد انمزی کبی مولوی یونس خالص امو بروز جور شد. Oh,
فرصت دادن و ممنونم از دستندرکاران عزیز که از تنظیم نسل نو و همینطور جناب آقای احمدزاده و همکارانشان این محفل را برگزار کردند. بجا مناسب است که ما از سالیاد شخصیت چون رهبر شهید تجلیل بکنیم و لازم می‌بینم 28 سالیاد عروج پر افتخار، شهادت پر افتخار و در عین زمان مظلومانش را به حضور همه شما تسلیت عرض بکنم. بله، تجلیل از مزاری، تجلیل از منادی عدالت خواهی است. تجلیل از مزاری، تجلیل از یک فریادگر حق طلب و یک مبارز بسیار قهرمان معاصر ما هست. در شرایطی که ملل دنیا افغانستان را در اون شرایط بحرانی و خطرناک به حالشان رها کرده بود و این تکیه از کره خاکی گویا زندان و تبعیدگاهی است برای انسانهای مجرم و محکومی که باید یک عمر در آنجا درد و رنج و ظلم و ستم و خفقان را باید بچشد و در شرایطی که همه با قساوت دشمنی می آفریدن، جنگ می طلبیدن و حق خواستن جز به زور گلو و نشان گرفتن انسانها میسر نبود، مزاری فریاد می کشید که برادری میان اقوام و ملیت‌های افغانستان مهم است. این در چنین شرایط و در چنین وضعیت رقتباری که از آسمان کابل گلوله و آتش و خمپاره می‌باره و فضای کابل زجه فرزندان پدر مرده، مادران به سود جوانان نشسته و خانمهای شوهر مرده تنین انداز بود و در شرایطی که از زمین کابل خون می جوشید، در چنین شرایط شهید مزاری اعلام می کند که وحدت ملی برای ما در افغانستان یک اصل است. در شرایطی که افکار و احساسات همه مردم جریحه‌دار است، عقده‌های جنگی همه را ناراحت می سازد، اما شهید مزاری فریاد مظلومیت همه توده‌های محروم افغانستان را شعار می دهد. شهید مزاری شخصیت دردمندی هست که نه تنها برای قوم هزاره بلکه برای همه اقوام که در کشورشان اسیرن، در حبسن، فریاد عدالت را سر می دهد. بنابراین ما گفته می توانیم شهید مزاری امروز متعلق به یک قوم، به یک مذهب، به یک مردم، به یک سازمان و به یک کتله نیست، بلکه مزاری یک الگوی پاکی و خوبی و انسانیت است.
مزاری یک مکتب است، مکتب عدالت خواهی، مکتب برادری، مکتب انسانیت، مکتب آزادگی، مکتبی که شعار وحدت ملی را شعار می دهد. برادران عزیز، فرصت کم و صحبت زیاد است. اگر ما بخواهیم زاویه ها و ابعاد مختلف اندیشه های ناب رهبر شهید ما را برای شما به عرض برسانیم، اول از توان من مانند اشخاص مانند من نیست، ثانیاً وقت می خواهد، زمان می خواهد، حوصله مندی می خواهد. و یکی از فرصت ها این است که ما باید تمام ابعاد اندیشه های سیاسی، اجتماعی و علمی فرهنگی این قائد و پیشوای من را و بررسی بگیریم و در زندگی من هر کلام آنها را تطبیق کنیم. در غیر آن صرف نشستن و عشق تمساح ریختن هیچ درد مردم ما را دوا نخواهد کرد. صلوات خرمونه. مبارزین که در دوره حکومت امیر عبدالرحمنی در برابر قشونش از مردم هزارش تست خورد، با تأسف فراوان از اون تاریخ به بعد مردم هزاره به یک وحدت و یک پارچگی قومی، فرهنگی و اجتماعی دست پیدا نکردند و این مردم با فشارهای شدید و انواع شکنجه های اون دوره مجبور شدند که خانه های آبایی، کشور پدری خودش را ترک کنند. همه متواری شدند به کشورهای مختلف، به کوها، به درههای مختلف کشورها پناهنده شدند. و همونطور که قبل از ما فرمایش کردم، به خاطر ترس، به خاطر زنده ماندن، اکثریت مردم ما هویتشان را منکر شدند. میگفتن ما اصلا هزاره نیستیم. و تا تاریخ معاصر شهید مزاری، قوم هزاره از نداشتن یک رهبر رنج می بردن، در حسرت بودن که یک محوریت بیاید، یک شخصیت بیاید این کاروان سرگردان را دور هم جمع کند و این کشتی طوفان زده را ناخدا شود و مرهم بیارد، به دردهای صد ساله مردم بگذارد و دردهای مردمش را تداوی کند. و از اینجا بود که خداوند بخت مردم ما و شما را بیدار کرد. به اصطلاح هزارگی، شخصیتی از یک گوشه کشور به نام عبدالعلی مزاری، فرزند حاج خداداد، قد برافراشت. از کجا؟ شهید مزاری از دیاری که نابرابری و بی‌عدالتی اموادشان آسمان را نشانه می‌گرفت، قد برافراشت و بسیار رسا برای تحقق انسانی ترین آرمان‌های مردمش مبارزه کرد. آمد ولی اولین کاری که شهید مزاری کرد این است. امیدوارم برادران ما خسته نشوند. وقتی شهید مزاری احزاب متعدد را در میان مردمش دید که زائده فکر و اندیشه های سیاسی دیگر مردم هست و باعث تباهی، رسوایی، متلاشی شدن مردم ما، عزت ما، شوکت و سلامت ما شده است و پیامدهای مضر و مخربش
خان جنگی های دوران انقلاب در بین مردم ما بود که در اون زمان شخصیت های نظامی، علمی، فرهنگی و جوانان ما به خاک و خون غلطیدن و چقدر خساره و تاوان منابع انسانی و بشری بر مردم ما وارد شد. شهید مزاری اینها را درک کرد. اولین اقدامی که کرد احزاب متعدد تشیع را ادغام کرد. بعد جرثومه شکوه و شوکت مردم ما را به نام حزب وحدت تشکیل داد که نماد عزت مردم باشد، اقتدار مردم باشد، قدرت برای مردم به وجود بیاورد. حزب وحدت با پیروزی انقلاب و مجاهدین وارد کابل شد. صحنه های در کابل پیش آمد. با تأسف فراوان این بار در حالی که ازاره های دردمند، ازاره هایی که مشکلات های فراوان را دیده است و در دوران های انقلاب کو به کو در تمام صخره ها و دشت و بیابان همگام با سایر مردم افغانستان جهاد کردند، آواره شدند، قربانی دادند، تلفات دادند، مجروح و معلول دادند. اما زمانی که مجاهدین به کابل آمد دیدیم استبداد و انحصار به شکل دیگر سر از گریبان کابل بیرون کرد. یک بار دیگر مردم هزاره در مقابل سیاست حذف انحصار قرار گرفت. اما این بار مردم در پیشگاه در پیش قراول چون مزاری دارند. رهبر شهید در کابل هست، اعلام کرد من قبول ندارم، من از افغانستان هستم، من در برابر این تصمیم ناعادلانه هیچگاه سرخم نمی کنم. اینجاست که در برابر سیاست حذف و انحصار از حقوق مردمش دفاع کرد. در چه شرایط؟ شرایطی که یک عده که دم از اسلام محمدی می زدن، از عدالت شعار می دادن، در کاخ ها نشسته بودن و جنگ داخلی را مدیریت می کردن. اما شهید مزاری پیشگام مردم در سنگر دفاع از عزت و شرافت و حقوق مردمشان بود. مزاری امروز در برابر مردم قرار گرفته است که هم مسلمان است، هم مجاهد است، هم از عدالت گپ می‌زند. اما مزاری هم آدم ساده نیست. ایشان فریاد کرد هیچ گروهی و هیچ قومی با تکیه بر توپ و تفنگ نمیتواند بر مردم افغانستان حکومت کند. مؤلفه های بسیار انسانی را در ادبیات سیاسی افغانستان وارد کرد. اعلان کرد مردم دنیا بشنوید، همه گروه ها و احزاب سیاسی داخل در مسائل افغانستان بدانید مشکل افغانستان رای حل نظامی نداره. دنیا میشنوید کشورهایی که دوربین هایش بالای افغانستان فوکس شده بود میدیدن. اعلان کرد مذاکره بین الافغانی ضرورت است. شما میدانید در سالهایی که کشورهای بزرگ دنیا به افغانستان آمدن و در اخیر همه به بنبست گرفتار شدن، همو طرح‌هایی که شهید مزاری 28 سال پیش از این تاریخ داده بود اونها مطرح کردند. اما هیچگاهی کسی شعار مزاری و فریاد مزاری را نشنیدن و تا امروز مذاکرات بین الافغانی صورت نگرفت و تا ادامه تاریخ اگر مذاکره بین الافغانی صورت نگیرد هیچ کشور دنیا قادر نیست مشکل افغانستان به حل کند.
یکی از پیشبینی های رهبر شهید ما بود. امروز سیاستگران کشور افغانستان همون طرح ها همون راهکارهایی که شهید مزاری 28 سال پیش از امروز برای ما هم مطرح کرد تنها راهکار حل مشکلات افغانستان میدانند. خیلی جنگ کردن، خیلی آدم کشتن، خیلی تباهی کردن، خیلی ویرانی رو به وجود آوردن، اما مشکل افغانستان حل نشد. ما در 28 سال از زبان کسانی که در برابر شهید مزاری تمام قد استاد شدن، جنگیدن، تکفیر کردن، تهمت زدن، قومگرا خطابش کردن، ما از زبان اونها شنیدیم که میگفتن شخصیت پرصلابت مزاری الگوی عدالت خواهی. شخصیت مزاری کسی که وحدت ملی رو شعار داد. بعد از 20 سال 28 سال همه رقبای سیاسی و نظامی شهید مزاری و طرح‌های انسانی و راهکارهای شهید مزاری سر تسلیم فرود آوردند. مردم هزاره که 150 سال در کشورشان در خانهشان اسیر شدند، در برابر استبداد قرار گرفتند، از پایین ترین حقوق انسانی محروم شدند، اما با آمدن شهید مزاری و استادگیشان چنان شخصیت پیدا کرد، هویت پیدا کرد، عظمت پیدا کرد که نام هزاره در سراسر دنیا قرین است با مدنیت، با قانونگرایی، با دانایی، با صلح‌خواهی، با دانش، با انسانیت. هرگاه اگر کسی بخواهد نام از ملت مزاری بگیرد، این ملت را قانونمند میشناسد، این ملت را بدنبال دانش میشناسد. هیچگاه از مردم هزاره مردم نمیترسند که اینها انتحاری کنند، قتل به وجود بیارند، خرابی و ایرانی را به وجود بیارند. در هر گوشه دنیا اگر یک مغز هزاره رفته است، آبادانی را به وجود آورده است، افتخار برای کشور آورده است، در ورزش، در علم، در تمام میادین. اینا دستاورده های فکری شهید مزاری بود، اینا دستاورده های مغز مزاری و اندیشه مزاری بود. مزاری بود که بیداری را به اصیل ترین و بهترین وجهش برای مردمان ما تحفه آورد. انسانیت، آزادی، عدالت، حقوق تساوی زن و مرد، دانش، تکنولوژی، برادری و برابری، همه در درون یک انسان نستو و خردمند موج می‌زد که تمام زندگیش را سرمایه کرد تا برای نجات بشریت و مخصوصا مردم افغانستان که این آرمان‌هایشان در طول یک قرن به یک رویا تبدیل شده بود تحقق بخشد. و در این راستا از هیچ تلاش صداقت کوتاهی نکرد. فضای بسیار خوب انسانی را برای همه مردم افغانستان مخصوصا برای مردم خودش باز کرد. آره، چنان زحمت فراوان کشید. مردم ما امروز تنها مزاری را به عنوان رهبر سیاسی نمی شناسد، مزاری را پدر می خواند. بله، مزاری پدرگونه برای مردمش زحمت کشید و تمام دار و ندارش را تر طبق اخلاص برای عزت مردمش گذاشت. این سخن مزاری است که می‌فرمود هیچ منافعی جز منافع شما ندارم. و آخرین نفری بود که از کنار مردمش می‌خواست بیرون شود برای پروا کردن راه حل. می‌خواهم یک تا یک خاطره را برای شما عرض بکنم. خیلی مطالب زیاد است. استاد غلام حسین ناصری که یکی از وکلای دوره اخیر افغانستان بود،
ایشان خاطرات بسیار عجیب از شهید مظاهری را صحبت کرد. من صحبت میکنم جوانان ما، خواهران و برادران ما که شهید مظاهری را ندیدند باید از این اوصافش بشناسند. میگن خط دفاعی مردم ما در اطراف دارالامان یا نزدیک پلیس صفه شکست خورده بود. بچه های نظامی در سنگر مهمات کم آورده بودند. خط اول شکست خورد، عقب نشینی کردند. خط دوم که رسید باز هم ممکن مهمات کم داشت، عقب نشینی کردند. سرصدا بدن شد که خط شکسته. رهبر شهید در مدرسه آیت الله محقق کابلی هست. میگم ما در چوک کوه سنگی بودیم، کوچه ها خالی و ساکت بود، همه مبارزین و مدافعین در سنگرها بودند، هیچ کسی به چشم نمی خورد. اما یک ساعت احوال پیچیده بود که سنگرها شکست خورده و مهمات کم است. میدیدیم از طرف سیلو یا کارت مامورین یک نفر می آید. به همه گفتیم که ببینیم کی هست. یک زمان متوجه شدم یک خانوم هست که همین طرف بسار با عجله و شکاب می آید. خب بچه ها را وظیفه دادیم که باید از او دفاع کن، هر کسی که هست اگر از مخالفین هست باید محل منطقه خودشان برود، اگر از ما هست سوال کنه چی مشکل دارد. من یک زمان دیدم که یک نو عروس یک صندوق مرمی به دستش و دو صندوق از مرمی به پشتش آمد فریاد کرد بچه ها کجاییم؟ بیاییم مرمی ها رو بگیریم و سنگر بزنیم. ما نزدیک رفتیم دیدم که حنای شب عروسی به دستش هست. خواهر چرا آمده؟ کی عروسی کردید؟ این شب عروسی کردید. گفت در خانه نشسته بودیم، صدا شد که سنگر شکست خورده است و بابا در مدرسه آیت الله محقق است. ما ترسیدیم که بابا به کجا میشه. هیچ کسی به اندازه من توانایی نداشت، من این صندوق را آوردم. این دلیل چیه برادرای عزیز؟ دلیل اینه که مزاری در قلوب همه مردم جا داره. مزاری خود را برای مردم فدا کرد. مزاری بود که اودن مزاری رشنید. این یک خاطره. خاطره دوم گفت ما آمدیم در داخل صحن مدرسه که استاد مزاری رو از مدرسه بیرون کنیم احتیاطاً. دیدیم که یک کماز اینجا استاد شده. رفتم که هفت جنازه شهید آمده. یک پدر پیری شهدا را معاینه میکنه. وقت رسید صورت یکی از جوانها را وقتی دید خم شد، رویش گذاشت، صدا زد فرزند عزیزم تو چهارمین پسرم هستی که رفتی، روحت شاد. یعنی سه پسرش قبل از او شهید شده بود، این چهارمین فرزند جوانش بود که شهید شد. از موتر پایین شد. در همون زمان رهبر شهید با چند نفر آمد. مگه این آقا رفت طرف رهبر شهید، همه ما راش گرفتیم که این پدر فرزند شهید شده، احتیاطاً احتمال داره که به شهید مزاری توهین. میگه شهید مزاری سرکش چرا نمیگذاری؟ ما قبل نگفتیم. پدر رفت استاد شد، ریش بابا رو بوسید، گفت بابا سه بچه ایم شهید شدن، چهارمین بچه ایم شهید شد، اون نمیده مرتبه کمازه، کلش فدای استو، به خاطر خدا و خونش و هوا کلش از اینجا برو که تو کشتنش. اگر تو کشته شدی بیخ مردم از مکنم شد. ای عظمتی شهید نظری. چرا مردم در برابر شهید مزاری این گونه حرکت میکنن؟ برای یکی، شهید مزاری از تمام حیات و زندگیش برای عزت این مردم مایه گذاشته است.
مزارع بگم من تا آخرین لحظه در کنار شما باقی خواهم ماند. مزارع مقتدر، مزارع قدرتمند، اگر اشتباه نکنم در اون دوران الاخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل به کابل آمد، رفت پیش رئیس جمهور وقت و از اونجا برگشت به چهار آسیا پیش آقای حکمتیار، صدا زد آقای مزاری به چهار آسیا بیا کارت دارم. فرمود من کار به شما ندارم، شما اگر کار دارید بیایید. 20 روز به چهار آسیا بماند. بالاخره آقای حکمتیار برش گفت که اگر کار داره برو پیش مزاری، او پیش از تو نمید. خب روزی که الاخضر ابراهیمی به کابل آمد، وقتی به کارت مامورین رسید، طرف علوم اجتماعی میرفت، صدا زد که ما رو به منطقه دولت آوردیم، کجا میبرید؟ از همونجا تا علوم اجتماعی تا انگهای غلپیکر تمام تجهیزات نظامی تمام منطقه را امنیتش گرفته بود که نماینده سازمان ملل بود. 70 بیرق تمام کشورها را در اونجا نصب کردند. وقتی آقای ابراهیمی رسید پیش آقای مزاری گفت من معذرت خواهی میکنم، من نمیدانستم که شما از حکومت مقتدرتر هستید. شما اگر BBC را میشنیدید در اون زمان لطفعلی خنجی خبر میگفت که مشکل افغانستان بدون مشارکت حزب مقتدیر وحدت به سرکردگی مزاری قابل حل نیست. این چنین رهبر داشتیم. اما همین رهبر روزی که مادر زینب فرش احوال فرستاد که زینب میخواه برای آمادگی به مدرسه بره، بزرگ شده، 6 ساله شده یا 7 ساله شده، لباس نداره، شما پیسر رو میتونین که ما برایش لباس بخرید. خدا شاهد است که میگن شهید مزاری گفت پیسه نداره. یکی از علما گفت آقای مزاری اگر این همه پیسش پیش شماست کیست؟ گفت از مردم، از خانواده شهدا، از مجروحی. من معاش داشتم شب گذشته به خانواده شهدا دادم. آرام نشست گفت رفت به مادرم و به مادر زینب بگو اون پیراهن آبی که یک بار پوشیده بودم برای زینب لباس بسازم. و فعلا اگر بیت ندارد در میان پرستی کتابهای شدی دارد. این رهبر بود. یک روز از موقفش، از قدرتش برای خانواده استفاده نکرد. صدا میزد نخریسی کنید، پشمریسی کنید، زندگی خود را بچنانید. مزاری باید به خانواده های عزیز شهدایی که از عظمت مردم دفاع کرده باید وسیله بکنه. در ششمین سالگرد رهبر شهید وقت زینب نمیدونم چند ساله بود سخنرانی میکرد، صدا میزد بابا همه اینها برادرانم هست، همه اینها خواهرانم هست، در حالی که نه برادر داشت نه خواهر. همه میگفت یک روز گرمی دستان تو رو احساس نکردم که در بغل بنشانی و دست محبت را بر سر زینب بکشی. چرا؟ چون شما مسئول یتیم نوازی های غرب کابل بود. اگر امروز مردم در برابر مزاری سر خم می کنند ساده نبود. ما بعد از مزاری هم دیدیم، من فقط همین نکته خود در آخر عرض میگم. درود بر تو این رهبری شهید، چقدر انسان باوقار با اعتباری بودی. تا زمانی که زنده بود محور تجمع مردم بود، تا زمانی که زنده بود قوت قلب مردم بود. زمانی که مرد، زمانی که شهید شد، زمانی که رفت، دیگران از اعتبار توی اعتبار میگیرن.
امروز نسل اول و دوم و حتی نسل سوم رهبری بعد از شهید مزاری هرگاه میخواهند خود را به مردم نشان بدهند در رقابت به صداقت مزاری رقابت میخواهند، در صداقت نشان دادن به مزاری رقابت دارند. هر کسی که خود را نزدیکتر به شهادت شهید مزاری نشان بدهد بین مردم محترم، هر کسی که بخواهد در بین جامعه وارد شود اول باید در محک شهید مزاری برود. براستی چقدر شرایط رهبری و قیادت در اندیشه های مزاری به وفور پیدا می شود و چقدر شرایط رهبری را برای بعد از نسل بعد از خودش وسیل اشوار و مشکل ساخت. امروز هر کسی که بخواهد ردای رهبری را بعد از شهید مزاری بپوشد باید خود را به آینه شهید مزاری نگاه کند، مزاری که امروز نماد افتخار و عزت مردم ما هست، تنها رهبری که در طول تاریخ در بیشترین کشورهای تمام قاره‌های دنیا تجلیل می‌شود شهید مزاری. ماه خود برای مردم هزاره ماهی است که اگر 5 هزاره با احساس در یک از شهرهای دنیاست به صدوی هود را روز شهید مزاری نگارید باز هم کفایت نمی‌کند. باز هم باید بیشتر از این هوشیار باشیم. مردم، برادران و خواهران، شخصیت‌های علمی و سیاسی هوشیار باشیم. افغانستان تاریخ جدیدی آمده است. فتنه های خطرناکی در پیش رو است. متاسفانه نتوانستم آنچه که مهم بود خدمت شما عرض کنم و اون نکته این بود که آیا طرح‌هایی که شهید مزاری داد زمان پیگیریش گذشته است یا نه؟ آیا ما می توانیم عدالت اجتماعی، حکومت متمرکز نباشد، احیای هویت، مشارکت سیاسی، همه اینها سرفصل‌های بحث‌های سیاسی شهید مزاری بود، آیا اینها وقتش گذشته است یا نه؟ من عرض می‌کنم اگر وقت اینها گذشته است تاریخ اندیشه‌های شهید مزاری هم ختم شده است. اگر نه، این چالش‌ها کمافی سابق در برابر ما هست و گرایبندگی ما هست، پس اندیشه‌های مزاری تاریخ مصرف دارد. باید ما و شما کار کنیم و امروز نیازمندی من بازخوانی اندیشه‌ها و راهکارهای شهید مزاری است. پوزش می‌خواهم از شخصیت‌های علمی، فرهنگی و همه عزیزانی که من وقتشان را زیاد گرفتم. در اخیر یک بار دیگر 28 سالیاد رهبر پشمینه پوشمان پیشوای عدالت خواهی شهید مزاری و یارانش را تسلیت عرض میکنم و از برگزار کنندگان محترم این محفل سپاسگزاری میکنم و با یک بیت عرایزم را ختم میکنم. پشمینه پوش مرد کهنسال رنجبر، پشمینه پوش مرد کهنسال رنجبر، اندوه باستانی ما را سرود را
اگر ما به تاریخ افغانستان بنگریم میبینیم که مردم هزاره از دیر زمانی است که در این سرزمین در مناطق مختلف و مشخص خود زندگی میکردند و دارای فرهنگ و قوم و ملت خاص خود بودند و زندگی خود را پیش میبردند. ولی زمانی که مسئله هزاره فوبیا یا مسئله ترس از هزاره به عنوان یک قدرت سیاسی برای حاکمیت زمان پیش می آید، دشمنان هزاره شروع می کند کم کم به کشتار و حذف سیستماتیک هزاره ها از جغرافیا و فرهنگ افغانستان، که در زمان خود احمدشاه ابدالی این سریال ناتمام و نامیمون کلیدش می خورد و این سلسله ادامه پیدا میکنه تا زمان عبدالرحمن، که در زمان عبدالرحمن با گرفتن فتوا از ملاهای دربار خود قوای کابل را مستقیما به سوی هزارجان و هزارستان بسیج میکنه و در یک جنگ فریبکارانه تقریبا بیش از 62% تا 64% از هزارها را قتل عام میکنه.
حالا سوال اینجا هست که هزارها چرا در مقابل قوای عبدالرحمن شکست میخوره؟ با این تقدیم داریم اگر زیادتر از اونها نبودن خب کمتر از اونها هم قدرت نداشتن. از عمدترین دلایلی که ما میتوانیم برای شکست هزارها در مقابل قوای عبدالرحمن نام ببریم نبود اتحاد در میان هزارها و در عین حال نیروها و خانهای فرصت طلب بودند که عبدالرحمن و همفکرانش از این نقطه ضعف هزارها به خیلی خوبی استفاده کرد و تا که توانست مناطق فرهنگ و مردم هزاره را به تاراج برد و به خاطر همه فرصت طلبی های نیروها و خانهای ما بود که هزاره ها تبدیل شد به مرده و جوالی و کنیز و به غلام و زنان و خواهران و مادرانشان به عنوان کنیز و برده در بازارهای کابل و قندهار و هند به فروش میرسید و سلسله این بدبختی ها و بیچارگی ها و بینظمی ها ادامه پیدا کرد و حتی تا یک قرن رسید. اگرچند هزارها در این زمان شورش ها و قیام های زیاد را راه اندازی کرد ولی برای اینکه یک مرکزیت واحدی وجود نداشت و یک اتحاد و اتفاق واحدی در میان هزارها نبود متاسفانه اکثریت این انقلاب ها و این قیام ها با شکست مواجه شد و رفته رفته تا روزی که در یک بسیار تا اینکه در یک نقطه بسیار حساسی از تاریخ هزاره‌ها و تاریخ افغانستان ابرمردی از میان کوه‌ها و دره‌های پامیر و بابا میخیزد به نام مزاری و با تلاش‌های شبانه روزی خود بالاخره موفق میشه که مردم هزاره را متحد کنه و حزب وحدت را تشکیل بده و وقتی که مزاری موفق میشه که حزب وحدت را تشکیل بده و مردم هزاره را متحد کنه مردم هزاره به یک قدرت واحد در افغانستان تبدیل میشه که میتونه در مقابل هر قدرت و هر نظام دیگری بجنگه و بکشه ایشان. آره هزاره ها کشتن را یاد میگیره، هزاره ها حق خواستن را حق گرفتن را یاد میگیره و از دل این اتحاد میسم ها ابوذرها و شفیعهایی به میان می آید که نام هزاره را به عنوان یک قوم قهرمان و دلیر تا ابد در تاریخ افغانستان نگه می دارند و بعد از این هزارها به قدرت تبدیل می شه که تنظیم ها و قدرت های دیگر نمی تانه هزاره های غرب کابل را نادیده بگیره. اینجاست که هزاره ها می تانه برای آینده خود، برای فردای خود و برای زندگی خود تصمیم میگیره. اما متاسفانه از این میان بعضی از خیانتکاران و خائن های میخیزه که دست به همکاری با دشمنان هزاره میزنه که نتیجه واقعی غم انگیز افشار میشه و بعد از این که طالبان در 1994 به قدرت میرسه و با مزاری شهید میشه متاسفانه باز میبینیم که هزارها یک سیر عقب گردی داشتن و مثل این که عقربه ساعت زمان به عقب برگشته باشد هزارها دوباره دچار همان بحرانی میشه که قبل از احیای هویت و مزاری دچار آن بود و فساد و فرصت طلبی که بانی و باعث آن انسانهایی که همیشه مقابل مزاری بود هست و در این حال نبوده وحدت میان رهبران سیاسی ما متاسفانه جوهره فرهنگ سیاسی ما در این دو دهه اخیر تشکیل میده و اینمی فرصت طلبی و فساد به نوبه خود در اخلاق اجتماعی رسوب کرده و